قتلی که لرزه بر اندام نیویورک انداخت. دو هفته قبل یک کودک 8 ساله نیویورکی در راه برگشت از مدرسه گم میشه. دو روز جستجو بی نتیجه میمونه تا اینکه پسرک 8 ساله به صورت قطعه شده در فریزر و سطل زباله همسایه‌شون پیدا میشه. قطعه های پازل گم شدن کودک کامل شد، اما اثراتی که این جنایت هولناک بر مردم نیویورک گذاشت هنوز ادامه داره. این جنایات گویای مشکلات بشری موجود در این جامعه است. وکلای مدافع قاتل که مانند مقتول از یهودیان ساکن بروکلین است سعی دارند با روانی خواندن وی از قاضی پرونده تخفیف مجازات بگیرند. خانواده این کودک در اعتراض به ناامنی موجود از مصاحبه با رسانه‌ها خودداری می‌کنند و با نصب یادداشتی مقابل ورودی منزل تاکید دارند که ما هیچ حرفی برای گفتن نداریم. پلیس نیویورک نیز ضعف مجموعه تحت امرش را که به این ناامنی منجر شده اینگونه توجیه می‌کند. با جنایت پیچیده‌ای مواجهیم که ظاهراً بی‌دلیل بوده و ممکن بود شهروندان بیشتری توسط این قاتل کشته شوند. مایک بلومبرگ شهردار نیویورک بعد از دیدار با خانواده این کودک قربانی شده گفت: باید شب هنگام به هنگام رفتن به رختخواب یک بار دیگر کنترل کنیم که بچه‌هایمان سالم و سر جای خودشون باشند.